درود، همراه شما هستیم در ایندیپندنت فارسی با گفتگوی ویژه‌ای درباره بازی امشب تیم‌های مراکش و پرتغال. در این زمینه همراه هستیم با امیر حسین میر اسماعیلی، روزنامه‌نگار ورزشی. خیلی خوش آمدید امیر حسین به این گفتگو. نظرت رو راجع به بازی امشب و شگفتی که تیم مراکش تونست خلق بکنه برامون بگو. درود بر شما. بله، تیم مراکش تونست به قول شما یه شگفتی رو رقم بزنه و به عنوان اولین تیم در تاریخ فوتبال آفریقا به مرحله نیمه نهایی برسید، چهارتای جام جهانی. این تیم در قبل از پرتغال با اون همه ستاره تونسته بود اسپانیا رو هم حذف بکنه و این نشون میده که رسیدنش به این مرحله شانسی نیست. تیم مراکش بسیار تیم خوبیه، بسیار منسجم عمل میکنه در دفاع، خط میانی و فوروارد. از موقعیت‌هاشون نهایت استفاده رو میبرن و میدونن که واسه چی وارد زمین میشن. بی‌محابا حمله نمیکنن، واسه دقایق، تک تک دقایق بازی برنامه ریزی دارن و خب این رو هم میدونیم که این تیم بعد از ایتالیای 2006 اولین تیمیه که بدون گل خورده به این مرحله رسیده. یه گل خوردن اونم گل به خودی بوده. پس با این اوصاف ما میتونیم متصور باشیم که حتی این تیم بتونه به یک آرزوی شاید قبل از این جام دست نیافتنی برای مردم مراکش که فتح جام جهانی باشه حتی فکر کنه، نگاه بکنه. چون تیمی که این دوتا تیم بسیار خوب رو تونست حذف بکنه در مرحله حذفی کاملا میتونه به این نگاه داشته باشه که تیمهایی مثل برنده مثلا انگلستان و فرانسه یا اون طرف آرژانتین کرواسی در مقابل این تیم هم بدرخشه و با بازیکنان درجه یکی که داره بتونه یک افتخار بسیار بزرگ رو برای فوتبال قاره آفریقا و کشورهای عربی بخواد به دست بیاره که قطعا اگر در مرحله بعدی هم بتونه حریفش رو شکست بده و به فینال برسه، اون وقت میتونه ارمغان داشته باشه برای سایر کشورهای منطقه، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی که اونها هم همین راهی که مراکش رفته رو برن. سالها مربیان درجه یک دنیا رو آوردن به فوتبال کشورشون و تونستن رویا پردازی بکنن و اون رو عملی کنن. بله، دقیقا همونطور که گفتی رویا پردازی های حتی یاسین بونو دروازه‌بان این تیم ظاهرا پایانی نداره و اینها واقعا به نظر میرسه خودشون رو آماده کرده باشن که حتی بتونن به فینال برسن. به نظر تو آیا این امر چقدر ممکنه تحقق پیدا بکنه و در مسابقات با تیم‌های مختلفی که ممکنه صعود بکنن و به فینال برسن این رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ ببینید، روی کاغذ مهره به مهره که وقتی مقایسه می‌کنیم، طبیعتاً تیم مراکش در مقابل سه تیم دیگه که البته اون تیم چهارم امشب مشخص میشه، برنده بازی انگلستان و فرانسه، بخت کمتری داره. اما فوتبالی که ارائه میکنن نشون داده که خب اگر قرار بود که اینطوری بخوایم مقایسه بکنیم شاید اصلا از گروه خودشان نباید بالا میومد. بسیار تو کارهای تیمی، کارهای ترکیبی، پرسینگ خیلی فوق‌العاده خوب دارن عمل میکنن و البته که خب تو فوتبال هم شانس هم به هر حال کمی تاثیر داره. در همین بازی امشب هم مثلا خب یه توپ به تیر دروازه‌شون برخورد کرد، ولی من از همون بازی اول و دومی که مراکش در این جام انجام داد به دوستانم میگفتم که احتمال اینکه این تیم رو تو مراحل بالاتر ببینیم خیلی زیاده و من فکر میکنم که اگر همین روند رو بتونه مراکش ادامه بده با این دروازه‌بان فوق‌العاده‌ای که داره، با خط دفاع بسیار خوب درجه یکی که داره، من فکر می‌کنم که در بازی نیمه نهایی هم به هیچ وجه از پیش بازنده نیست و شاید یه شگفتی خیلی بزرگتر رو شاهد باشیم در مرحله نیمه نهایی و همینطور فینال و کسب جام برای تیمی که بسیار دوست داشتنیه. من خودم به شخصه واقعا طرفدار این تیمم و دوست دارم که کاپ 2022 قطر توسط این جوونا که واقعا دارن پا به پای بهترین بازیکن‌ها و نامبر وان ترین بازیکن‌های حال حاضر دنیا دارن میدوئن ببینم تو دستشون. بسیار جذاب و خاطره انگیز تر خواهد شد این جام با تیم مراکش. خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید. بدرود.